حکومت قاتل مردم ایران باید در سطح جهان منزوی شود. قتل نوید افکاری حکومت اسلامی را بیش از پیش در سطح جهانی رسوا و بی‌آبرو کرد. برای نوید با پرونده سازی و مستند سازی های مسخره و بی اساس حکم اعدام صادر کردند و علی‌رغم اعتراضات وسیع در ایران و در سطح جهانی او را کشتند. این جنایت باید پاسخ کوبنده‌ای بگیرد. جامعه ایران یاد نوید و نویدها را با گسترش و تقویت کارزار لغو مجازات اعدام و آزادی همه زندانیان سیاسی و کلن گسترش اعتراضات و اعتصابات علیه حکومت آدمکشان گرامی خواهد داشت. قتل نوید تنها بر نفرت و انزجار عمومی از حکومت اعدام و کشتار افسود و عزم مردم را برای به زیر کشیدن آن را جزم تر کرد. این نبرد را باید به سطح جهانی کشاند. باید جمهوری اسلامی را در سطح جهانی طرد و منزوی کرد. اکنون جمهوری اسلامی بیش از هر زمان به عنوان یک حکومت جنایتکار تحت فشار رسانه‌ها و افکار عمومی مردم جهان قرار گرفته است. عفو بین الملل اخیراً در گزارش مشروح و مستندی جنایت جمهوری اسلامی علیه معترضین خیزش آبان ماه را در مرکز توجه جهانیان قرار داد و به دنبال آن در یک اطلاعیه مطبوعاتی از همه کشورهای عضو سازمان ملل خواست که خواهان لغو محکومیت‌ها و آزادی همه دستگیر شدگان خیزش آبان ماه شوند. این سازمان پس از اعدام نوید افکاری از دولت‌ها خواسته است که قاطعانه به این جنایت برخورد کنند. در دو روز اخیر ورزشکاران سرشناس و نهادهای ورزشی متعددی اعدام نوید را محکوم کردند و خواهان حذف جمهوری اسلامی از رقابت‌های بین‌المللی شدند. 5 کارشناس حقوق بشر سازمان ملل طی بیانیه‌ای اعدام نوید افکاری را اقدامی برای مرعوب کردن مردم معترض ایران نامیدند و از جامعه بین‌المللی خواستند به این جنایت جمهوری اسلامی شدیداً واکنش نشان دهد. بسیاری از سلبریتی ها و چهره های ورزشی و هنری در ایران و در سراسر جهان نیز اعدام نوید افکاری را محکوم کردند. همچنین دولت های آلمان و فرانسه سفر از پیش برنامه ریزی شده محمد جواد ظریف به این کشور را لغو کردند و اتحادیه اروپا با انتشار بیانیه‌ای اعدام نوید افکاری را به شدت محکوم کرد. نباید اجازه داد این موج فرو بنشیند. نباید اجازه داد این محکوم کردنها در سطح اعلام موضوع باقی بماند و دولت‌ها به سیاست‌های مماشات جویانه خود با جمهوری اسلامی ادامه بدهند. نباید اجازه داد حکومت اسلامی در رقابت‌های ورزشی بین‌المللی و در فستیوال‌ها و جشنواره‌های سینمایی و بین‌المللی حضور به هم رساند. کشتار وحشیانه مردم در خیزش آبان سال گذشته و به دنبال آن شلیک آمدانه به هواپیمای مسافربری تشت رسوایی جمهوری اسلامی را از بام جهان به زیر افکند و اکنون اعدام جوانان معترض و کل بازداشت‌ها و شکنجه‌ها و جنایاتی که بخشی از آن در گزارش اخیر سازمان عفو بین‌الملل مستند و افشا شده است، یک بار دیگر توجه جهانیان را به فجایعی که در ایران جریان دارد جلب کرده است. اکنون بر متن این شرایط در آستانه سالگرد خیزش آبان ماه باید با صدای بلند اعلام کرد جمهوری اسلامی نماینده مردم ایران نیست، قاتل مردم ایران است، آن را به رسمیت نشناسید. ما همواره خواستار انزوا و بایکوت سیاسی دیپلماتیک جمهوری اسلامی در سطح جهانی بوده ایم. امروز زمان تحقق این امر فرا رسیده است. ما از هر دولت و سازمان و نهاد سیاسی و ورزشی و هنری که ادعای دفاع از حقوق بشر دارد می خواهیم که روابط خود را با جمهوری اسلامی قطع کند و خواهان محاکمه سران و مقامات این حکومت به جرم جنایت علیه بشریت شود. همانطور که حکومت آپارتاید نژادی در آفریقای جنوبی از جانب دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی تحریم شد، حکومت آپارتاید جنسی در ایران نیز می‌تواند و باید با تحریم بین‌المللی روبرو بشود. حزب کمونیست کارگری فعالانه و با همه امکانات خود برای بایکوت سیاسی، ورزشی، هنری حکومت قاتل مردم ایران در سطح جهان مبارزه می‌کند و همه نیروهای اپوزیسیون را به مبارزه در این راه فرا می‌خواند. حزب کمونیست کارگری ایران 25 شهریور 1399 برابر با 15 سپتامبر 2020.